دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد یوناما در گزارش تازه خود در رابطه با وضعیت حقوق بشر در افغانستان و نقض آن توسط حکومت طالبان میگوید بر تداوم کشتار، سرکوب، بازداشت و توقیف‌های فراقانونی در افغانستان تأکید کرده است. ابتدا با هم گزارش میلاد شادمان را ببینیم. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما با انتشار گزارشی از وضعیت حقوق بشری در این کشور میگوید علارغم تاکید مقام‌های طالبان مبنی بر پایبندی نسبت به تعهداتشان در اجرای عفو عمومی از سوی رهبر این گروه، اما همچنان کشتار، سرکوب، بازداشت و توقیف‌های فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری با مقام‌های دولتی و نظامیان حکومت پیشین در این کشور همچنان ادامه دارد. در این گزارش که یوناما به طور نمونه به دو مورد از چنین پرونده‌های اشاره کرده آمده است، در 20 اکتبر در بدخشان افراد مسلح ناشناس یک افسر پیشین پلیس محلی و پسرش را به ضرب گلوله از پای درآوردند. همچنین در 21 نوامبر جسد یک دادستان پیشین و خواهرش در جاده جلال آباد کابل پیدا شد. بر اساس این گزارش طالبان به بازداشت فعالان زن، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها نیز ادامه دادند. افزون بر این طالبان به ویژه وزارت امر به معروف و نهی از منکر و ادارات مرتبط با آن به اعمال و اعلام محدودیت ها نسبت به حقوق زنان برای کار، تحصیل و آزادی رفت و آمد آنان در این مدت نیز ادامه دادند. این گزارش همچنین به بازداشت های اخیر دختران و زنان در مناطق دشت برچی و خیرخانه در شهر کابل به دلیل نداشتن حجاب مورد نظر طالبان اشاره کرده و گفته است رفتارهای فراقانونی اینچنینی این گروه همچنان ادامه دارد. یوناما همچنین در این گزارش بر تداوم حملات هدفمند علیه هزاره ها و شیعیان در افغانستان تأکید کرده است. به گفته این نهاد در 3 ماه پایانی سال 2023 یک انفجار در بغلان و 2 انفجار دیگر در کابل و 3 ترور هدفمند در هرات هزاره ها و شیعیان افغانستان را هدف قرار دادند. یوناما تصریح کرده است که در این حملات دست کم 49 نفر کشته و 88 تن دیگر نیز زخمی شدند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد گفته است که علاوه بر این حملات در ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر یک سلسله کشتارهای هدفمند عالمان دینی شیعه در منطقه جبریل شهر هرات نیز ثبت شده است. یوناما گفته است که از اکتبر تا دسامبر سال گذشته دست کم 11 تن در نتیجه انفجارهای مواد منفجر ناشده قدیمی کشته و 51 تن دیگر نیز زخمی شدند که بیشتر قربانیان را کودکان تشکیل می‌دهند. هرچند طالبان تا کنون در مورد این گزارش واکنش نشان ندادند، اما پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه به یوناما هشدار داده بود که از نشر گزارش‌های غیر واقعی خودداری کنند. محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به گزارش‌های پیشین یوناما در مورد گرفتاری و شکنجه زنان توسط این گروه واکنش تندی نشان داده بود و با لحن تهدیدآمیزی به سازمان ملل متحد هشدار داده بود که پیش از انتشار گزارش‌های خود را با این گروه در میان بگذارد. میلاد شادمان، خبرگزاری اخبار شیعه. عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم با ما همراه هستند. آقای اسماعیلی، وقت شما بخیر. سلام، وقت شما بخیر. عرض ادب. جناب آقای اسماعیلی، لطفاً نظر خودتون رو در رابطه با گزارش با دفتر هیئت معاونت ملل سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما بیان بفرمایید. خدمت شما عرض شود که اگرچند گزارش سازمان ملل متحد که در این اواخر نشر شد توسط آقای سینادوغلو نماینده خاص ملل متحد خیلی بهتر و تقریبا جامع‌تر بود از گزارشات قبلی که توسط خانم بوتانبایو که نماینده خاص سازمان ملل متحد یا رئیس یوناما در افغانستان هستند. خب دلایلش هم شاید این بوده باشند که آقای سینادوغلو در افغانستان اقامت ندارند و بایستن این مقدار گزارش جامع‌تر را به سازمان ملل ارائه بکنند. اما آنطوری که باید و شاید جامع‌تر می بود نبود. متاسفانه خیلی نواقص زیادی داشتند که در قسمت سیاسی افغانستان و کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان و اپوزیسیون طالبان در این قسمت واکنش‌های خاصی را خود داشتند. چرا که اونها از نقض حقوق بشر گسترده ای که در افغانستان صورت میگیرند تنها چند مورد را نوت کرده بودند که کامل و دقیق نبود. اتفاقا اون چیزی که گزارشگر سازمان ملل متحد
در گزارش خود آورده بودن، شاید میشه گفت که بین 60-70% هم کمتر بود، یعنی بیشتر از اون چیزی است که در افغانستان اتفاق میفته. و از آن جایی که متاسفانه در افغانستان تمام رسانه ها و گزارش ها سانسور میشن توسط طالبان و کسی نمیتوانند آن جنایات را که طالبان روزمره مرتکب میشن و در نشر بسپارند و مردم را آگاه بسازند، بسیار کم است و محدود است. از این لحاظ بازم ما میتونیم یک مقدار روی این موضوع گزارشگر سازمان ملل گزارش را نشر کردن توجه بکنیم که خب یک مقدار قابل توجه بود. بله، متاسفانه در افغانستان بعد از اینکه طالبان دوباره به قدرت رسیدن، نقض گسترده حقوق بشر در تمام زمینه‌ها مشهود و بیداد میکنند، از جمله اختطاف، کشتن و زندانی کردن کارمندان پیشین دولت افغانستان، مخصوصا نیروهای امنیتی، ترور و از بین بردن افرادهای سرشناس و کسانی که طالبان احساس میکنند که اینا میتوانند برای ایران در سر باشند یا خطر ایجاد بکنند. دستگیری زنان به بهانه های مختلف، به بهانه های پوشش، به بهانه های حجاب، به بهانه های دیگر مسائل و خانه نشین کردن تمام زنان افغانستان و محصور کردن تمام مردم افغانستان در چارچوب دیوال ها، متاسفانه افغانستان به یک زندان بسیار بزرگی روباز در جهان تبدیل شده است که کسی نمیتواند بدون اجازه طالبان نفس بکشند، کسی نمیتواند بدون اجازه طالبان اظهار نظر بکند، کسی نمیتواند بدون اجازه طالبان فکر بکند، کسی نمیتواند بدون اجازه طالبان حتی کوشش داشته باشند. یعنی تمام رفتارهای شخصی، سیاسی، اجتماعی، کنش‌ها، واکنش‌ها، همه چیز در افغانستان تحت کنترل کامل طالبان هستند و کسانی که در افغانستان و در این زندان بزرگ سرباز زندگی روباز زندگی میکنند باید و شاید مطابق میل و مطابق خواست طالبان رفتار بکنند. در غیر آن همه محکوم به شکست هستند، همه محکوم به مرگ هستند و همه محکوم به زندانی شدن هستند. جناب آقای اسماعیلی، دلیل کشتار هدفمند هزارها و شیعیان و همچنین روحانیون شیعه پس از روی کار آمدن طالبان چیه؟ بفرمایید. دلایل کشتار شیعه در افغانستان این تازگی ندارن که در دوران اخیر اتفاق افتاده باشند بعد از اون کار آمدن طالبان. متاسفانه در دوره قبلی که طالبان حاکم بودن، اینا کشتار بسیار بی‌رحمانه در افغانستان انجام دادن علیه شیعه، مخصوصا در مزار شریف، یکاولنگ، کابل و جاهایی از افغانستان. بعد از اینکه اینا دوباره سرنگون شدن در دورانی که 20 سال جمهوریت حاکم بود، هم به بهانه های مختلف مردم شیعه، مردم هزاره ها تحت بدترین و شدیدترین حملات توسط طالبان، داعش و دیگر گروه های فرقی قرار داشتند و دلیلش هم این است که آنها معتقدند که شیعه ها مسلمان نیستند و اینا مباهدم هستند، اینا رافضی هستند و اینا باید کشته شوند. چون میدانیم که طالبان پیروی مکتب دیوبندی هستند و مکتب دیوبندی یکی از مکاتب بسیار افراطی اهل سنت هستند، شیعه را به عنوان مسلمان کامل نمیشناسند. البته ما در افغانستان جنگ فرقه ای نداریم، شیعه و سنی در افغانستان هزاران سال است در کنار همدیگر برادروار زندگی کردند، حتی پیوند خونی تشکیل دادند، در تمام غم و شم، در تمام مسائل با همدیگر شریک بودند. آنها پیروی مکتب حنفی هستند، مکتب حنفی و مکتب جعفری در کنار هم مثل دو تا برادر و مثل دوست سالهای سال زندگی کردند. اما متاسفانه از روزی که طالبان به قدرت رسیدند، گروه های افراطی جریحتر شدند، چون آنها دستشان بیشتر باز شدند و میتونند بسیار براحتی بکشند و بیروند و کسی هم تعقیب از آنها سوال نمی کنند. شما میدانید که بعد از اینکه طالبان روی کار آمد، چندین عملیات بزرگ هدفمند علیه شیعان در افغانستان اتفاق افتاد، اما تا هنوز هیچ کس عاملین آنها را دستگیر نکرده است، تا هنوز هیچ کس بازخواست نکرده است، آنها هیچ کس پرسان نکرده است که چرا و به چی دلیل اینها کشته میشن. اما در قسمت زنان قبلا هم عرض کردم که در نظام طالبان و در روی کرده فکری طالبان، زنان حق بیرون شدن از خانه را ندارند. زنان باید در چوکات خانه محصور بمانند و اینها نمیتوانند بدون محرم از خانه خود خارج بشن و اون لباس و اون پوشش را که طالبان میخواهند باید بر تن داشته باشند و الا غیر اونها محکوم به شکست هستند و اونها مجرم هستند و باید جزا ببینند.
اما در خدمت کشته شدن علمای شیعه باید عرض کنم خدمتتان که از آنجایی که علما همیشه در طول تاریخ افغانستان اینا به عنوان رهبر پیشرو یا به عنوان روشنگران مردم و جامعه افغانستان بودند و خب مردم شیعه هم با اونا به علما احترام زیاد قائل هستند، به عنوان پیشنواز، به عنوان رهبر و به عنوان پیشرو. از این رو اینها میخواهند که علما رو از بین ببرند تا این مردم دیگر سری نداشته باشند، دیگر این مردم پیشروی نداشته باشند، دیگر این مردم راهبری نداشته باشند، دیگر این مردم در جهالت باقی بمانند تا بتوانند اینها این مردم رو اغفال بکنند. چون اینها بارها اعلان کردند که شیعه باید مسلمان بشن، یعنی به نظر اونها شیعه مسلمان نیستن، یعنی که بیان پیروی اهل سنت بشن، مذهبشون رو تغییر بدن بیان به اهل سنت. اینا فکر میکنن که اگر شیعه علمای شیعه رو از بین ببرن اینها دیگر راهگم میشن، مجبور میشن که مذهبشون رو تغییر بدن بیان حنفی بشن یا بیان سنی بشن. که خب من گفتم که در افغانستان فقه جعفری و فقه حنفی سالهای سال در کنار هم دیگر زندگی کردن، حتی پیوند خونی تشکیل دادن. اما این طالبان و این تکفیری ها هستند که امروز شیعان را به عنوان یک مسلمان نمیشناسند و اینها هر روز دست به کشتار و بی‌رحمانه علیه این مردم میزنند. جناب آقای اسماعیل، خیلی کوتاه بفرمایید راهکارهای از جمله تظاهرات های سراسری در تمام شهرهای جهان و همچنین نشست کنگره ملی هزاره با نمایندگان پارلمان بریتانیا چه تأثیر مثبتی داره و علاوه بر آن چه اقدام های دیگری ضروریه؟ خیلی کوتاه بفرمایید. ببینید، همونطور که در تاریخ ثابت کرده است، مبارزات مدنی در هندوستان، در آفریقای جنوبی، ما هم فعلا چاره ای نداریم بجز همین گردهمایی ها، بجز همین تظاهرات، صدای ما رو به گوش خری جهانیان برسانیم که همین جهانیانی که امروز طالبان رو بر مردم افغانستان مسلط ساختند. و در آینده اگر این راهکارها جواب ندهد، ممکن است که راههای بدیل را مردم افغانستان در پی آن بیاید و جستجو بکنند.